درود به تمام شما بیننده های عزیز تلویزیون یک، امیدوار هستم روز خوب را آغاز کرده باشین. مجله صبحگاهی است. من مریم خراسانی هستم با اتفاق مهمانم نجیبه مرام، رئیس نظارت بر نشرات رسانه های وزارت اطلاعات و فرهنگ. امروز بحث ما در رابطه با چگونگی نظارت وزارت اطلاعات و فرهنگ است نشرات رسانه ها اختصاص یافته است. شما اگر در این مورد پرسش و دیدگاه دارین، امروز فرصت خوبی است، میتونین زنگ بزنین، دیدگاه ها و پرسش هایتان با بانو مرام در میان بگذارین. راه های تماس با ما 0791-3654. اگر تماستان به گونه زنده برقرار نمیشه، راه دیگر نشانی ما در فیسبوک /1TV Morning Magazine لینگ فیسبوک ما است، و هم به فارسی مجله صبح بنویسین، اونجا پای پست مرتبط به همین موضوع میتونین دیدگاه هایتان با ما شریک بسازین، دیدگاه های شما در برنامه جا داده میشه. راه دیگر اگر دوست داشتین پیام بگذارین، پیام های شما نیست در برنامه جا داره. آغاز برنامه است، میخوایم موضوع بینده ما که به گونه زنده میخوان در برنامه حرفاشون داشته باشیم و در رابطه با موضوع برنامه ما پرسش و یا دیدگاه داشته باشند. زمانی که به تماس میشین، تماستان در استودیو برقرار بشه، لطفا صدای تلویزیونتان پایین کنین و یا فاصله بگیرین، و اینکه پرسشتان در رابطه با موضوعی که امروز انتخاب کردیم باشه تا ما صدای شما رو در برنامه داشته باشیم. در غیر از او تماستان قطع میشه، زمان گذاشته میشه با او بیننده ما که واقعا در رابطه با موضوعی که انتخاب کردیم پرسش و یا دیدگاه دارن. پیش از اینکه تماس های بیننده ما رو پاسخ بدیم، با نمرام خوش آمد میگم. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتیم. تشکر از اینکه دعوت کردیم. امیدوار هستم که بتانم به سوالات بیننده تان جواب داده باشم. شما سلامت باشین. خوب از در آغاز برنامه شاید بیننده ما بیشتر بخوایم بدانند در رابطه با اینکه وظیفه این ریاست چیست، اگر بیشتر معلومات بدیم. تشکر. در نخست سلام احترامات عرض ادب دارم خدمت شما و همکارانتان و بینندهایتان. ریاست نظارت بر نشرات رسانه ها یک ریاست مربوط به معینیت امور نشرات است که از سالیان زیاد میشه که در وزارت قبلا به نام ریاست نشرات بود، ولی کم نامش تغییر دادن به نام، وقتی که رسانه زیاد شدن، رسانه خصوصی نامش تغییر دادن، اما امور ریاست نشرات است. کارای ما معمولا چون از نام ما پیداست ما نظارت میکنیم، ما رسانه را نظارت میکنیم، چی رسانه صوتی، چی تصویری و چی چاپی، ولی در کل تمام رسانه را تقریبا 18-9 رسانه داریم پیش ما ثبت میشه. ما تمام رسانه را نظارت میکنیم و از کارهای مثبتشان تقدیر میکنیم و کارهایی که خدای نخواسته خلاف قانون باشه اونا را هم یا بهشان زنگ میزنیم یا ایست که با آگاهیشان میرسانیم تا در آینده او تکرار نشه. ممنون شما بانو مرام. شما گفتین کارتون نظارت از رسانه ها است که این ریاست نامش واضح است، اما میشه در این مورد بگین که چند رسانه در افغانستان وجود داره به شمول ولایت های نام؟ رقم دقیقه خب ما گفته نمیتونیم، به خاطر از اینکه هر روز رسانه ها یک تعدادش نو میاین جواز میگیرن و یک تعداد هم نسبت مشکلاتی که دارن لغم می سازن. به او خاطر رقم هیچ وقت دقیق نمیشه. ما کوشش میکنیم رقم دقیق، ولی یکی دو روز بعد میبینیم که رقم باز تغییر میکنه. به هر صورت فعلا نزد ما حدود 600 رسانه که فعالیت میکنن، فعالیت خود زیاد داره، ولی 600 رسانه است که جواز خود یا تمدید کرده یا جواز فعالیتشان نو است. پیش ما یعنی قانونی نشرات دارن، ولی اکثر رسانه ما امی حاله که نشرات هم میکنن نظر به حکم رئیس جمهور اونا غیر قانونی نشرات میکنن، که ما امیدوار هستیم یا ایست که خود قانونمند بسازن یا ایست که شاید هم پیش ما لغو هستن. ممنون شما. به جسن یک تماس پاسخ میگیم. بیننده ما از کابل روی خط هستن. سلام به شما، بفرمایید. سال تلویزیون تنها پایین کنین. سلام به شما برادر، بفرمایید. صدای شما را داریم، صدای تلویزیون تنها پایین کنین و یا فاصله بگیرین. آمد. درست است آمد جان، بفرمایید.
تماس آمد قطع شد. بیننده عزیز، صمیمانه ازتان خواهش میکنم لطفا زمانی که به تماس میشین، ما دوست داریم دیدگاه های شما رو در برنامه جا بدیم. اگر صدای تلویزیون تا بلند باشه و یا فاصله نگیرین، ما ناچار میشیم صدای تماس تان قطع کنیم به خاطر که فقط مصرفتان میایم، ما صدای شما رو در استودیو نمی داشته باشیم. بون مرام، شما گفتین که بیشتر رسانه غیر قانونی فعالیت میکنه، در این صورت شما چطور میتونین نظارتتان دقیق داشته باشین و کارتان نتیجه بخش باشه؟ حدود 2500 رسانه پیش ما ثبت و راجستر بود و قانون مقرره طرز تاسیس و فعالیت رسانه وقتی که 4 سال پیش در سال 94 ایجاد شد، نظر به این مقرره رسانه را مکلف ساخت که باید به اطلاعات فرهنگ مراجعه کنند و جواز نشراتی، اجازه فعالیت خود از وزارت اطلاعات فرهنگ باید اخذ کنند. به این منظور یک تعداد رسانه ها حاضر شدند که بیاین و خود را راجستر کنند، ولی رسانه هایی که ما مثلا 2500 یا بیشتر از او میگیم، این کسایی بودن که از 2002 یا بیشتر از او، خب پیش از او ما چاپی داشتیم، ولی تلویزیون ها بعد از 2002 است که رسانه های زیاد شده. این رسانه ها وقتی در اوائل جواز گرفتن، در اونجا قید نبود که برای چند سال، یعنی یک بار که جواز گرفتن جوازشان قابل قبول بود و فعالیت میکردن، ولی بعد از 94 مطابق همین مقرره برای زیاد 3 سال وقت داده شد که هر رسانه باید قید شده بود در مقرره که 3 سال وقت دارن، بعد از 3 سال باید خود را تمدید کنند. به این خاطر که یک تعداد رسانه آمدن، خوشبختانه رسانه شما آمدن خود تمدید ساختن و رسانه دیگر هم آمدن و تمدید ساختن و یک تعداد رسانه متاسفانه که وقتی باشان روبرو میشیم یا برشان زنگ میزنیم میگم ما از مقرر خبر نداریم، ولی این دوستای ما خود میفهمن که ناخبری از قانون هم یک جرم است. دیگر دوستان باید خبر باشن از این موضوع و هر چیزو تر خود تمدید کنن. در غیر از او باز اینا چون در این سالای بعد از 94 وقتی رسانه ها امو فیس یا تکس وزارت محترم مخابرات تحویل نکرده بودند یا مالیه نپرداخته بودند و یا همچنان جواز فعالیت وزارت اطلاعات فرهنگ تبدیل نکرده بودند، هر کدام از یا برای یک جریمه در نظر گرفته شده بود. یعنی به مو اندازه که اینا باید پول بپردازند، به مو اندازه برای جریمه و هر سال جریمه سر از زیاد شده بود و همچنان مسئله برقشان بود که همین 4 وزارت نمایندهشان به خاطر از اینکه یک کمک به رسانه شده باشه به مقام عالی همین 4 اداره با هم نشست داشتن و یک تصمیم گرفتن که باید همین جرایم از این معاف شوه و پول اصلی که از مالیه است، از فرکانسی است و از وزارت محترم اطلاعات فرهنگ است، این را باید پرداخت کنند. باز امیر پیشنهاد کردن به رئیس جمهور، باز رئیس جمهور هم بسیار لطف کرد، جرایمشان هم معاف ساخت و برشان 3 ماه وقت داد. در 3 ماه باید پول خود بپردازن، اصل پول هم. اصل پول هم نمی چند سال که نپرداختن، گفتن در 7 سال 20% بپردازن و باقی مانده شد در 7 سال باید بپردازن، چون رسانه به ما معلوم است که قدر عاید زیاد ندارن که کل پول یک بارگی بپردازن. یعنی دولت بسیار خواست که برازی ها همکاری کنه و کمک کنه. یک تعداد رسانه آمدن از این حکم رئیس جمهور مستفید شدن، ولی هنوز هم هستن رسانه هایی که نیامدن و حاضر نشدن که مسئولیت خود در قبال دولت ادا کنن. ممنون شما. به جز این یک تماس پاسخ میگیم، بیننده ما منیجر روی خط هستن. سلام به شما، بفرمایید. بله. منیجه جان بلندتر حرف بزن، تماست برقرار است، بفرما عزیز. ما چگونگی میتوانیم در وزارت اطلاع بگیریم؟ منیجه عزیز از تلویزیون فاصله بگیر اگر پرسش داری. درسته، بفرما عزیز. ما چگونگی میتوانیم از وزارت اطلاع بگیریم؟ سوال بیننده ما را نگرفتم.
میشه سوالتان دوباره تکرار کنین؟ صدای برنده ما را درست نداریم. برنده عزیز در ادامه برنامه با ما باشین. یک میان برنامه میگیریم برمیگردیم. ادامه مجله صبح. ممنونتان هستم که با ما هستین و برنامه را دنبال میکنین. امروز مهمان من نجیبه مرام، رئیس نظارت بر نشرات رسانه های وزارت اطلاعات و فرهنگ هستند و بحث ما در مورد چگونگی نظارت وزارت اطلاعات و فرهنگ است نشرات رسانه ها اختصاص داده شده. با این مورد شما هم اگر دوست داشتین میتونید در برنامه زنگ بزنید، دیدگاه ها و پرسش هایتان با خانم مرام در میان بگذارین. فعلا بیننده ما روی خط است، بفرمایید. وایسودین عزیز از جلال آباد به تماس شدی، درست؟ از کندز. سلام به خودت. شما سلامت باشید. سلام می‌خواستم برای خواری عزیز ما داریم که وقت اینا کار میکنن، نظارت هم میکنن. وقت حالا فعلا ما اعتبار داریم روی از اینا، انشاءالله نظارت دارن و خصوصا از نظارت های اطلاعات فرهنگ اینا میکنن. مثلا ما چند تا رادویی که در امی کندوز میشنویم، مثلا که بسیار نظرات های غیر قانونی دارن اینا. ببینیم اینا به هر چیز دلشان شد میخواد نشرات دارن و فکری مردم خراب کردن و فکری مردم به دیگر چیز میبرن. مثل که یک تانه رسانه هایی در اینجا جور شدن، اینا میگن ما نشرات داریم و نظارت درست هم داریم و ما میتونیم داریم. شما فکر کنیم در ولایت ها، ببینیم ما در کندوز هم چند تا نشرات از رادو داره و حیثی که فکر میکنه که نشارت دارن، فکر ما را معنی جوان ها را و حیثی دیگه که بردن اینا لطف بکنن با این امینا یک برخورد درست بکنن، با اینا را یک برخورد ببینن، یک جریمه یک کاری بکنن، اینا خود را اصلاح بکنن. مثل رسانه های تلویزیون های ما که بس رسانه های ما که غیر قانونی کار میکنن، اینا ببینن به حد نشارات میکنن که فعلا از غرب و از دیگه و کجا اینجا برای ما نشارات دارن. ما الحمدلله مسلمان هستیم، ما میخوایم که نشرات ها اینا رو شما یک چک بکنیم که برای قانون اسلام نشرات داشته باشن و ما از استفاده جوانای ما، وایسودین عزیز، مادرای ما و خواهرای ما استفاده. وایسودین از خودت سوال دارم. مثل برنامه شما واری. وایسودین عزیز با معذرت که حرفت قطع میکنم، خودت در کندوز چطور فهمیدی که رسانه هایی که فعالیت دارن غیر قانونی است؟ ما میبینیم، ما رسانه ها رو میبینیم، ما با اینا خدمت قد با اینا شد ندارد اینا دارن ما سیاتر داشته باشیم. ما میبینیم این نصرات ها را میبینیم، ما با فضل خدا امکانات زیاد شده میبینیم. مثل که در کابل شکل چند تا نصرات غیر قانونی هست، بعد این نصرات دارن که باورتون غیر اسلامی نیست، یه اصلا قابل قبول ما نیست. اینا باید جدی با قانون اساسی ما برابر بکنیم اینا را و اینا باید ما از اینا استفاده درست بکنن. مادرای ما، جوانای ما، کل ما که ما در قانون با اینا ما هستیم، همکاری ما را با اینا داریم و اینا جدیتر بگیرن از ما که اینا خوبتر هستن، در مرس کار هستن. ما غیر قانونی هاشون نمیبینیم، اینا جریمه ها برشان بکنن و غیر که قانون بیقون مثل نشرات ها بیشتر جب بخواه هر قدر بگیم شاید چیز برنامه شما کرا نکنن. ما میبینیم مثل برنامه شما واریم یک برنامه داشته باشیم که ما از استفاده درست بکنیم، از اون ما یک چیزی برخورد داشته باشه. ما هم یک سال دو سال با برنامه شما هستیم، هر کس در کندوز پروگرام میکنیم میگه تشکر از برنامه تلویزیون یک روز میگم که تشکر از دیگر رسانه ها. مثل اینا نظارات درست داشته باشن، از رادو باشه، از شبکه های غیر قانونی باشه، اینا تشکری میکنیم. خیلی برنامه خوبی است، ببینید که برای ما چی واسه دیگه. ممنون شما، برنامه رو دنبال کنین. بانو مرام به شما پاسخگو هستن. پاسخ شما چیست؟ تشکر از برادر ما وایسودین جان، موضوع بسیار خوبی را اشاره کردن. ما به خاطر از اینکه خاطر از اینا جمع شوه نزد ما، من پیشتر اشاره داشتم که تعداد رسانه ها به شما لغو هستند. کسایی که خود تمدید نکردن، جواز فعالیتشان تمدید نشده و از اجازه وزارت اطلاعات فرهنگ که ندارن، اینا پیش ما لغو هستن. پس چطور نشرات دارن؟ خب
یک تعداد مثلا چاپی و رسانه‌های دیگه وقتی اگه بر ما وظیفه دارن که وقتی چاپ میکنن باید چند کپی از این برای وزارت اطلاعات و فرهنگ بیارن، چون در تعهدشان همی است که اگر چاپی باشه باید بیارن بر ما. و رسانه‌های دیداری و شنیداری را خود ما خودمون میبینیم، دفتر مانیتورینگ داریم، هم رادیو را چک میکنیم و هم نظارت داریم و هم تلویزیون را، یک دفتر کلان مانیتورینگ داریم. به خاطر ازی گفتم که برادر ما خاطر جمع باشن که ما لیست رسانه هایی که نزد ما به اعتبارشان از بین رفته، یعنی پیش ما ثبت راجستر نیستن، ما لیستایشان را روان کردیم، به ارگان های عدلی و قضایی هم روان کردیم و به دفتر رئیس جمهور هم روان کردیم که اینی رسانه قانونمند هستن و اینی تعداد رسانه هم غیر قانونی فعالیت، اگر فعالیت میکنن غیر قانونی هستن پیش وزارت اطلاعات فرهنگ. به همین قسم یک تعداد رسانه هستن، مخصوصا تلویزیون و رادیو، که اجازه فرکانسش از وزارت محترم مخابرات از اطرا میگیرن. اونا هم مثل ما مکتوب دادن، ما چون با هماهنگی کار خود پیش میبریم. مثلا یک تلویزیون پیش ما اگر میایه یک مشکل داره، اول ما میبینیم که جوازش تمدید است، یعنی جواز فعالیت داره، یعنی باز جواز باز فرکانسش را میبینیم که فرکانسش تمدید کرده نکرده، یعنی همچنان مالی خود پرداخته، یعنی ما مکتوب میتیم به مالیه به مخابرات، وقتی پس جواب خود آورد بعد از او باز ما جوازشان را تمدید میکنیم. اونا مثل که ما همی کار میکنیم، همین کار وزارت محترم مخابرات همی کار انجام میده. وقتی به مخابرات میرن میگن جواز اطلاعات فرهنگ تبیار که ما تمدید کنیم، یعنی در یک اماهنگی دولت کار میکنه. ولی اگر رسانه ما غیر قانونی نشرات میکنن، یک گپ قانونمندیشان است که فعالیتشان قانونمند است و یکی هم نشراتشان است که ما از اون نظارت میکنیم. اگر رسانه های چاپی یا تصویری یا شنیداری ما تخطی کنن، ما یک کمیسیون داریم به نام کمیسیون رسیدگی به شکایات یا تخطی های رسانه ای، که باز ما همی تخطی هایشان یادداشت میکنیم و به همی کمیسیون روان میکنیم. در او کمیسیون در رأسش وزیر اطلاعات فرهنگ است و اعضای ازی از ادارات مختلف است، مثلا از شورای علما است، از ستر محکمه است، از پارلمان است، از رسانه ها است، از جای از ادارات حقوقی و کل ازی همی کسایی هستند، شخصیت هایی هستند که در اونجا جمع هستند، باز همی تخطی را ارزیابی میکنن، بررسی میکنن، باز رسانه را میخواین. اگر رسانه قبول کرد که ما اشتباه کردیم یا ما تخطی کردیم، قبول کرد خواه همونجا مسئله فیصله میشه و اصلاح میشه. اگر نه که باز قبول نکرد و جنجال زیاد شد، بعد از اون باز همی کمیسیون اینا رو به ارگان های عدلی و قضایی ارجاع میکنه. ممنون شما. این که این تخطی کدام مورد در بر میگیره بعد از یک تماس از شما خواهیم پرسید. صلاح الدین است، پل خمری روی خط است. سلام به شما. سلام بر شما و سلام بر مکمان شما و بانی مرا. سلامت باشین، بفرمایید. بله، صدای شما را داریم، منتظر پرسش و یا دیدگاه دانستیم. من یک سوال از مکمان شما داشتم، شاید هم مربوط به شعوری از اینا شود. این یعنی برنامه هایی که تلویزیون های خصوصی برنامه هایی میگیرن، میرن از کشورهای دیگر به شکل انحصاری میگیرن و باستخش از اینا را از دیگر رسانه ها نمیتن، بخصوص همین تلویزیون یک، در صورتی که سطح نفرات از اینا در افغانستان با وجوده که بینیدی زیاد دارن، مگر نشراتشان در افغانستان مثال کم از نشرات که از طریق دسته های آگی ما بخواییم بیدیم. نشرات از اینا از طریق ستلایت وقت پخش میشه، برنامه میلی که امی پخش کرکت هست اینا قطع میکنن. باور به خدا کنین او روز برنامه امی برنامه کرکت وقت که آغاز شد با تمام شور و شب تمام اعضای فامیل شده بودیم از طریق ستلایت ایده نگاه میدادیم، قطع شد. تأثیری که بر بالای کوچکترین از فامیل ناده بسه اگه پنج ساله بود به اندازی بود متاخر شده بود از این که چرا این برنامه قطع شد. ما میخواییم از مهمان برنامه شما که از نمایندگی از وزارت اطلاعات فرهنگ میکنم، لطفا همین تلویزیون هایی که برنامه های ملی را میرن به شکل انحصاری میرن داخل افغانستان میکنن، حتی اقل
برای از اینا باید اجازه بازپخش این از طریق رسانه های خود محلی باید بدیم. اینا ما از شهر پلوخندی به کانال شدیم تلویزیون یک از طریق دستگاه یادی اینجا پخش ندارد، نشرات ندارد، مگر از طریق ساتلایت اینا قطع میکنند. میخواستم روی این موضوع از شما پرسش داشته باشم که به این باره. ممنون شما، ممنون که در برنامه اشتراک کردین و مشکلتان با ما در میان گذاشتین. این مشکل شما حتما با مسئولین تلویزیون یکم میرسه. برادر عزیز، پاسخ شما چیست؟ اکثرا برنامه هایی که حق امتیاز حق نشرش یک تلویزیون داره و قراردادشان با تلویزیون هایی که در ولایت ها فعالیت دارن در این اندازه مورد پرسش برادر ما. اگر تشکر. یک موضوع را که گفتن، شما گفتین که با مسئولین در ارتباط میشن که نشراتشان در ساتلایت است یا چطور میتونن اونجا تلویزیون یک ببینن. موضوعی که برنامه‌ای که انحصاری است، یک بسیار موضوع خوب شما مطرح کرد برادر ما. تشکر از برادر ما علاءالدین جان. موضوع بسیار خوبه که جنجالی است بر ما که ما میخواهیم سر ازی یک عمیق فوکس داشته باشم. ویست که این مشکل ما از سالیان متمادی ما داریم بین رسانه های عزیز ما، مخصوصا بین تلویزیون ها که یک رسانه میره یک بازی را خریداری میکنه و چندین رسانه دیگه او را پخش میکنه. باز اینا میان مکتوب میبرن از وزارت اطلاعات فرهنگ، باز میگن که مکتوب اعتنا نکردن. وقتی ما رسانه را میخواییم که ما بر شما مکتوب دادیم که بازی را کدام تلویزیون خریده بود و شما چرا این را پخش کردین، باز میگه که از اینا غیر قانونی است. خب بالاخره وزارت با امی نشست کلانی که با مسئولین رسانه های تصویری داشتن به این فیصله رسیدن که اران تلویزیونی که یک بازی را از یک کشور خریداری میکنه از مجرای قانونی باید بیاره به کشور و بعد از او باز این را انحصاری نشر کنه و پخش کنه. یعنی به این معنا که مثلا از کرکت زیادتر از مثلا از هندوستان خریداری میکنن. کشور هندوستان ما اونجا سفارت داریم، از طریق سفارت افغانستان در کشور نمو کشور باید. از طریق سفارت ما، نمایندگی ما باید بیایه به وزارت خارجه ما و از طریق وزارت خارجه به اطلاعات فرهنگ امی مکتوبی بر ما بیایه. بعد از او ما ایر قبول میکنیم که این برنامه انحصاری است. که خوشبختانه امی یکی دو روز میشه که تلویزیون یک امی کار کرده بود. قبلا شکایت داشت تلویزیون یک که برنامه ای که ما خریداری میکنیم دیگه تلویزیون ها نشر میکنه، گرچه ما مکتوب میدادیم به خاطر یک همکاری مکتوب میدادیم، ولی همین کارم کار قانونی درست نبوده. ما چون فیصله کرده بودیم که باید از مجرای قانونی باید بازی ها را خریداری کنن، هر آن تلویزیونی که برنامه را خرید میاره انحصاری باید از مجرای قانونی بیاره. ما در دفاع از اونها ایستاده هستیم. قسمی که تلویزیون شما امی بار آخر از مجرای قانونی آورده بود برنامه را که خریداری کرده بود و ما شکایت داشتن که یکی از تلویزیون ها او را نشر کرده. ما تلویزیون مسئولش خواستیم، مکاتیب برش نشان دادیم، تلویزیون قانع شد رفت، گفت که من دیگه نشر نمی کنم. باز من تماس هم داشتم با تلویزیون شما، گفتن که بله نشر نکردن. دیگه اگر قانونی باشه ما در دفاعشان هستیم و اگر غیر قانونی تلویزیون ها بیاره، اگر ما مکتوب هم بتیم اول خب باید ما مکتوب نتیم، ولی دوستا که فشار میارن باز مکتوب هم میتیم، مکتوب هم غیر قانونی است. فلحاظا خوبتر هم است که برنامه ها قانونی از مجرای قانونی خریداری شوه، از مجرای قانونی نشر و پخش شوه تا ما بتانیم سر دیگه تلویزیون ها فشار بریم که این نشر نکنه و تلویزیون ها حاضر هستن وقتی میگه قانونی خریداری شوه اونا باز نشر نمیکنن. اگر غیر قانونی باشه، اگر ما مکتوب هم بتیم میگه غیر قانونی است، ما نشر میکنیم. به این خاطر برادر ما موضوع خوبی را اشاره کردن و ما از با استفاده از این موقع بر تمام تلویزیون ها میگم که لطفاً برنامه را که انحصاری خریداری میکنین از مجرای قانونی از سفارت وزارت خارجه بعد از او بر ما بیه، او قانونمند است و ما در دفاعش هستیم، هیچ تلویزیون حق نداره که او را نشر کنه. ممنون شما، امیدوار هستم بیننده ما پاسخ خود گرفته باشن. فعلا بیننده ما روی خط است، بفرمایید. بله سلام علیکم. سلام به شما، بفرمایید پرسش و دیدگاه. اشنقلاسم از بغلان به تماس شدیم.
حشمت عزیز بفرمو. سوال من از مهمان شما همین چیزی است که مهمانان بسیاری شبکه های تلویزیونی که نشرات غیر قانونی داره و اگر شما چی جریمه میکنین؟ چی قسم؟ یعنی نشرات رو داره قید میسازین یک کدوم جریمه دیگه نقدی دیگه و دیگه سوالی که برادر ما تماس گرفتن که میگه نشرات تلویزیونی یک قسم میشود این بسیار طریقی آثار داره در شبکه های اجتماعی کلی که تلویزیونی یک راه کرده امور در بسیار خود وارث من فعال می شود که مشکلی ندارد و هم قانونی می شود هم کدام مشکل دیگه ندارد و در مهمان شما همین سوال رو با تکرار می کنم که چه قسم جریمه شما می کنید شبکه های تلویزیونی دیگر را. ممنون شما، ممنون که در برنامه اشتراک کردین. بانو موران به شما پاسخ میگم. تشکر از برادر ما احمد جان. من قبلا اشاره داشتم که اگر بله رسانه ها حاضر شوند بیان جوازهای خود را تمدید کنند یک جریمه داشت برابر امو پولی که مثلا عقل امتیاز میگه با او به مو اندازه یک مقدار پول دیگر هم به نام جریمه می پرداختند ما دوباره امو رسانه شان را تمدید میکردیم برشان جوازشان را نو می ساختیم ولی وقتی رئیس جمهور 3 ماه برای رسانه وقت داد و ما چندین کنفرانس مطبوعاتی گرفتیم که تمام رسانه را دعوت کرده بودیم که 3 ماه وقت داده تمام رسانه های عزیز بیاین جوازهایشان را تمدید کنن تا قانونمند اینا فعالیت داشته باشن، نشرات داشته باشن. یک تعداد حاضر شدن و یک تعداد هم که حاضر نشده امیال پیش ما لغو هستن. من قبلا هم گفتم که ما لستایشان را روان کردیم. کار ما عمق است که ما باید یادداشت بدیم که این رسانه قانونمند است و این رسانه غیر قانونی فعالیت میکنه. حال ارگان های عدلی و قضایی میفهمه و با همچنان به دفتر رئیس جمهور ارسال شده که اینی تلویزیون ها یا اینی رادیو یا اینی رسانه ها جوازشان غیر قانونی است و پیش ما مطابق فرمان رئیس جمهور حکم رئیس جمهور لغو هستند. یعنی واضح نشته کرده که تا اینی تا 9 اسد بود اگر تا 9 اسد رسانه ها حاضر شدن جوازشان را نو کنن خوبشان تمدید کنین بعد از این تمام وزارت ما را وظیفه داده که جوازشان را لغو اعلان کنین و اطرار هم گفته که فریکانسشان را بسته کنین. اینال ما پیش ما جواز فعالیتشان لغو است و اینال تنها یک اداره نیست مثلا تنها مثلا تلویزیون شما را ما نمیتونیم بسته کنیم. ما فقط جواز خود از پیش شما میگیریم و یا جواز خود اعلان میکنیم که جوازتان لغو است پیش ما. ولی اصلا فریکانس شما پیش وزارت محترم مخابرات اطراس که اونا باید اگر شما تکس از اونا را تحویل نکرده باشین اونا عقد دارن که فریکانس شما را قید کنه و شما دیگه نشرات کردن نتونه. ممنون شما بانو مرام. بیننده ما روی خط است، بفرمایین. غوث الدین از قندوز. غوث الدین عزیز سلام. سلام همکارتان و همکار پشت صحنه خوشبختانه تماس هم باید یک موضوع برخورد کرد شوال هستم. من از میمان برنامه کنم یک اول بسیار عادی و خیلی ها سخت پرسان میشنم چون اینا کندوی مشغل پرسانه ها دارن. من سوال من توری است که تلویزیون یک نشرات کرکت از وزارت اطلاعات فرهنگ خرید است که جواز را گیرد زمانی که جوازش از اطلاعات فرهنگ گرفت تلویزیون یک هر لحظه نشرات میپنه که من جواز کار گرفتم تلویزیون وطن که تلویزیون وطن ایجی نشرات داره و همچنان تلویزیون از ولایت فرهان نشون دنیای نو تلویزیون دنیای نو از طرف سپلایت نشرات داره از وطن که از کافرایت از دیگه تلویزیون ها میکنند از تلویزیون دنیای نو کافرایت از تلویزیون یک میکنند. ما باید که از همکارای تلویزیون یک با تماس بودم که زمانی که دوست ما بشاره کردم که قطع شد و اینا وقتی زمان که اینا نشارات میگیرن همه شما میفهمین تلویزیون یک کرکیت خریداری کرد محواده افغانستان خریداری کرد اما من شما طرفدار از افغانستان مشاهده میکنیم چون از طرف ساتلایت اجازه ای نشده نداره ما شما میخوایم از دیسکی از چیز کودی که میتن ما از نشرات کودش استفاده نکنیم و از طرف ساتلایت شفاف تماشا میکنیم اما تلویزیون ما سالها هم گفتم تلویزیون وطن روی ترکات تغییر کرده ترکات دیگه آمده نشرات داره ترکیت افغانستان و همچنان تلویزیون دنیای نو امروز همطور شما میکرد کنند گفتن که ساعت 3 بعد از ظهر نشرات تلویزیون افغانستان و همراه های صدام مشته کشور بود که مسابقه داره
اگر امروز تلویزیون جواندون هم نشود زنده هست، شمشت هم زنده هست و همچنان حیوات و وطن هم از تلویزیون یک کپرایت میکنن، اونا هم نشارات میکنن. اینا هم از ایشان پرسان میکنن دفتر چی کپرایت میکنن؟ مطارف که تلویزیون یک میکنن از کجا کجا تصویر میکنن، مختار لشکری فهمه که آوردن تصاویر خیلی خاص هست، واقعا خیلی سخت هست. وقتی که اینا با مشکلات میانن اینا تو را کپرایت میکنن. شما هم ایگو کجا؟ ممنون شما، ممنون غوث الدین که در برنامه با تماس شدی و حرفت با ما در میان گذاشتی. شما حرف غوث الدین شنیدین، پاسخ دقیقاً. تشکر برادرم، دقیق گفتن. امی بار ما قبلا گفتم که تلویزیون یک از مجرای قانونی برنامه را خریداری کرده و در انحصارش قرار داده و ما از تلویزیون های مکتوبم بر تلویزیون ها روان کردیم که برنامه را تلویزیون یک خریده و شما حق نشر زور ندارین. یکی از تلویزیون ها که نشرات میکرد وقت دفتر ما آمدن و ما مکتوب برشان نشان دادم که تلویزیون یکی را از مجرای قانونی آورده، اونا قبول کردن، قطع کردن. تلویزیون وطن بازم تلویزیون یک بر با ما تماس گرفته بود که تلویزیون وطن نشر میکنه. ما با همکارایم طرف شما میامدم، بر همکارایم وظیفه دادم که امرایشان تماس بگیرن یا ای که اگر نمریش بر ما بتن. خب متاسفانه تا وقت من اینجا میامدم نمری تلفنش بر ما ارسال نکرده بودن. ما انشالله ایره تعقیب میکنم و از تلویزیون شما اعلان میکنم به تمام تلویزیون ها که تلویزیون می برنامه را تلویزیون یک از مجرای قانونی خریداری کرده و هیچ کس حق نداره که او را نشر کنه و هر کس هر آن تلویزیون که ایره نشر میکنه مورد پیگرد قانونی قرار میگیره. ممنون شما، امیدوار هستم غوث الدین پاسخ خود گرفته باشن. بیننده ما از پروان روی خط هستن. سلام به شما. سلام به شما جان فارز، شما خوب هستین؟ شما سلامت باشین، بفرمایید. از میمان شما سوال داشتم، گفت بعضی از رسانه ها به صورت غیر قانونی نشرات دارد، آنها چی کار به خاطر جلوگیری از آنها انجام داده؟ خودم پیشگیری کرده از آنها؟ در پروان نشرات غیر قانونی دارن؟ تماس بیننده ما فکر کنم قطع شد. اکثر بیننده ما خودتان در برنامه حضور دارین، از نشرات غیر قانونی میگن. آیا واقعا نشرات غیر قانونی است یا شما آنچنانی کنترل ندارین؟ این دو موضوع است. یکی نشرات است که مثلا نشرات غیر قانونی میکنن که ما او را نظارت داریم. وقتی ما هر تلویزیون یا هر رسانه که غیر قانونی نشرات داشته باشه ما او را به کمیسیون شکایت بررسی شکایت ارسال میکنیم و اونا گفتم که وزیر اطلاعات فرهنگ در رأسش است و 8-9 اداره دیگه در اونجا عضویت دارن که او را بررسی میکنن. اگر حل شد در خود کمیسیون خوب، اگر نشد به ارگانهای عدلی و قضایی راجع میسازن امی موضوع را. ولی یکی است که امی خود تلویزیون ها مثلا جواز خود را تمدید نکردن، یعنی خود تلویزیون یا خود رسانه غیر قانونی است. در این صورت وقتی غیر قانونی بود ما پیشتر گفتم که ما لستایشان را ترتیب کردیم، لستایشان را به ریاست جمهوری هم ارسال کردیم و به ارگانای ریاست تفتیش وزارت اطلاعات فرهنگ او را به ارگانای عدلی و قضایی و سرانوالی هم ارسال کرده. ما کار ما عمق است که ما نشان بدیم کدام رسانه قانونی است و کدامش غیر قانونی است، کدامش فعالیتش قانونی است و کدامش غیر قانونی. ما این کار را انجام دادیم. ما منتظر هستیم که ارگانهای عدلی و قضایی در قبال این رسانه‌هایی که غیر قانونی فعالیت میکنن جواز نشرات ندارن باشان چی برخورد میکنن. شما پیگیر میباشین که چقدر این کاری که شما انجام دادین نتیجه بخش بوده؟ بله حتما. ما یک چیز برتان بگویم که زیادتر وزارت اطلاعات فرهنگ چون ما حامی رسانه هستیم، ما زیادتر پشتازی نیستیم که زودتر یک رسانه باید بسته شود. ما میخواییم چون آزادی بیان است، ما میخواییم که رسانه ها با مدت که با کثرتش بسیار خوبی پیش رفته، ما یکی از حامیایش هستیم. مشکل ما همی است که ما نمیخواییم یک رسانه به زودی یعنی بسته شود. مثلا ما در قانون داریم، توصیه داریم، اخطار داریم، باز مکاتیب داریم که برشان گفته شود. مثلا ما حال در فعلا به توسعه هستیم
که برشان توصیه دادیم که باید شما بسیار بیگ نخواد خوب اشاره کردین حرفتان قطع میکنم. بانو مرام اکثرا به این باور هستن که یک فاصله میان رسانه ها و وزارت اطلاعات و فرهنگ است و شما گفتین بیشتر طرف رسانه ها هستین. میخوایم در این مورد شما بگین که چرا چنین دیدگاهی ایجاد شده که گویا فاصله ای میان وزارت اطلاعات و فرهنگ و رسانه ها؟ این مشکل کلان خود رسانه است که ارتباط ندارن با وزارت اطلاعات و فرهنگ. مثلا یک موضوع میشه ما وقتی برشان زنگ میزنیم یا میخواییم شانا کم توجهی میکنن، باز وقتی که مشکل پیدا میکنن که میاین باز دو صورت میفهمن که وزارت اطلاعات فرهنگ چقدر امیشان است و اینا را حمایت میکنه. اگر وزارت حمایت نکنه امیال مسئله تلویزیون شما است که برنامه را خریداری کردین، اگر ما شما را همکاری نکنیم تلویزیون ها شما را همکاری نمیکنه. تلویزیون ها نشر میکنه و هر کدامش میگه که ما حق داریم که نشر کنیم. این ما هستیم که مثلا سر تلویزیون تری سپورت ما برنامه که شما خریداری کردین سرش قطع کردیم و سر وطن هم مطمئن هستم که ما بخیر دفتر برسم سرش قطع میکنم. اگر قطع نکردن ما ایران را به ارگان عدلی و قضایی معرفی میکنیم. ولی امی رابطه که ما با وزارت اطلاعات فرهنگ با رسانه ها تنگا تنگ داره، ای کاش رسانه هایی را بدانن که وزارت اطلاعات فرهنگ چقدر حامی ازیاست و مثلا اطرا وقتی یک کار را میکنه که میخواه که فریکانسی یک رسانه را قطع کنه، اونا پیش ازی که قطع کنن یعنی حق دارن که قطع کنن به خاطر ازی که پولشان را نپرداخته، ولی اول از ما میاین اجازه میخواین پیش ما مراجعه میکنن، باز پیش مقامات وزارت مراجعه میکنن، بعد از اونا تصمیم خود میگیرن. یعنی از وزارت اونا اینقدر حراس دارن که احترام میگذارن که اگر ما این رسانه را قطع کنیم وزارت مبادا از ما شکایتی بکنه یا از ما گله بکنه. ما به اون خاطر میگیم که ما وزارت اطلاعات فرهنگ، ریاست نشرات، معینیت نشرات و خود مقام وزارت حامی رسانه هستیم. ما میخواییم که رسانه ها رشد کنه، رسانه ها حمایت میکنیم، رسانه ها انکشاف پیدا کنه. اگر ما امکانات مادی میداشتیم اینا را کمک مادی میکردیم، ولی امکانات مادی نداریم، امکانات کمک های معنوی داریم. ما میخواییم که اینا را کمک کنیم ولی رسانه ها ما را کمک کنه. اگر ما دست به دست هم بتیم ما یک بسیار یک قوی چارم میگه، شاید هم از او بیشتر ما تاثیر خدا داشته باشه. ممنون شما. برنده ماریخت است، بفرمایید. سلام به شما، تماستان برقرار است، بفرمایید. وحید عزیز از نیمروز روی خط هستن. وحید جان سلام، بفرما. بله سلام علیکم. سلام، به خودت بفرما. تشکر، زنده باشی. وحید هستم، از ولایت نیمروز تماس گرفتم. تشکر، زنده باشی. من در رابطه با این موضوع اطلاعات فرهنگ از یک سوال دارم. فقط همی که بعض وقتا نشرات که اینا تلویزیون ها و رسانه ها پخش میکنه از نظر تمام مردم افغانستان از این خاطر درسته، من نمیگم که غلط است، به خاطر ما تایید میکنیم، چون متاسفانه تلویزیونی که مثلا تلویزیون یک امروز برنامه کرکت در افغانستان نشر میکنن به حساب درست از خریداری میکنن، ما تشویق میکنیم این برنامه را، اما نمیتونن بعد از مردم افغانستان به حساب کردیت کارت او را بخره و خریداری کنه. اما فعلا در ولایت نیمروز متاسفانه با وجود که تمام مردم با شوق بسیار زیاد از تلویزیون یک مشتبهی که اما امروز کارتی هیچ کس نمیتونه برنامه نگاه کنه و میره طرف صفحات اجتماعی و از این طریق کرکت فقط با معلومات کارت نگاه میکنه. اما این خیلی من خیلی ناراحت هستم از بابت کرکت که شما وقتی که میخره و نشر نمیکنه این خوب اشتباه است از نظر ما و من عقل میدونم به تلویزیون های دیگه که وقتی اینا خریداری نمیکنند و غیر قانونی نشر میکنه. تشکر از شما. ممنون شما. بیننده ما بود که دیدگاه خودشان نداشتن. بازم اگر شما حرفی دارین در مورد حرفی برادر ما بفرمایید. پس نال تمام مشکلات برمیگرده به وزارت ما. مثلا یک خواهش داره یکی میگه اجازه بدین که همگی از تلویزیونای خود نشر کنه کلگی ببینه، یکی میگه ما ایره خریداری کردیم من متضرر میشم. پس ما میگیم که مو چیزی که قانونمند است. وقتی ما فیصله کردیم که رسانه‌ای که یک بازی را خریداری میکنه چون پول پرداخت میکنه باید دیگه تلویزیون ها را نشر نکنه چون اونا متضرر میشن،
باید کلیگی مطابق امی قانون یا مطابق امی فیصله که فیصله شده همگی با او احترام بگذاره و نشرات خود قانونمند بسازید. ممنون خانم مرام که وقت گذاشتین در برنامه ما تشریف آوردین و با بیننده ما پاسخگو بودین. روز شما خوش. تشکر از شما. بیننده عزیز از شما نیز سپاسگزار هستم که با ما بودید. روزتان خوش. خدا نگهدار همه‌تان.